بچه ها به چنل پتومتو به یکی دیگه از ویدیوهای من خیلی خوش اومدید. اسم من پانیزه و امروز اومدم یه نژاد خیلی جذاب و خفن رو بهتون معرفی کنم. قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو شروع کنیم لطفاً چند دقیقه وقت بذارید و چنل رو سابسکرایب کنید و اون دکمه لایک هم همین الان فشار بدید. بریم ببینیم که ویدیو امروز در مورد چیه. ویدیو اومدم که بهتون نژاد جذاب، بزرگ و نگهبان کنکورسا رو معرفی کنم. از ویژگی‌های کنکورساها میشه به وزنش که میتونه از 40 تا 55 کیلوگرم باشه اشاره کرد. طول عمر کنکورساها از 10 تا 12 سال متغیره و مناسب خانواده‌های بدون بچه و افراد مجرده. کنکورساها از اون نژادایی هستن که صاحباشون در کنار اونا احساس امنیت خیلی زیادی میکنن، به خاطر اینکه این نژاد بی‌نهایت وفادار و مراقب خانواده‌شه. اما از طرفی نگهداری از این نژاد جذاب به آموزش و تجربه خیلی زیادی نیاز داره، واسه همینم اصلا به افراد تازه کار توصیه نمیشه که سراغ نگهداری از این نژاد برن. جالب درباره این نژاد وجود داره. اولیش اینه که گفته میشه کنکورسوها میتونن از صاحبشون در برابر حمله شیرها محافظت کنن. این نژاد حدود 1000 ساله که روی کره زمین وجود داره و رومی‌ها از نژاد کنکورسو برای دفاع از خودشون در برابر شیرها استفاده میکردن. دومین فکتی که درباره کنکورسوها وجود داره میگه طول عمر اونا رابطه مستقیمی با رنگ موهاشون داره و مشخص شده که کنکورسوهای مشکی طول عمر طولانی‌تری نسبت به بقیه رنگ‌های اون دارن. سومین فکتی هم که درباره کنکورسوها وجود داره میگه که این نژاد همیشه به یه کار برای انجام دادن نیاز داره، چون اگه وظیفه‌ای برای انجام دادنش نداشته باشه مستعد افسردگی و پرخاشگری میتونه باشه. اگه خواستید همزمان با داشتن یک کنکورسو سراغ نگهداری از سگای دیگه هم برید، بهتر که یا از نژاد کنکورسو باشه یا از نژاد سگای نگهبان باشه، چون کنکورسوها به خاطر جسه و وزن تقریبا بالایی که دارن ممکنه توی بازی یا حتی ناخواسته به سگای کوچیک‌تر از خودشون آسیب بزنن. به خاطر همینه که نگهداری از کنکورسوها در کنار بچه‌های کوچیک اصلا توصیه نمیشه و حتی اگه کسی هم خواست این کارو انجام بده بهتر که از بچگی اونو تربیت کنه و مراقبش باشه. نژاد کنکورسو یه نژاد خیلی مقاومه که اگه به خوبی ازش نگهداری بشه خیلی کم درگیر انواع بیماری ها میشه. اما دو بیماری خیلی مهم وجود داره که ممکنه این نژاد مقاومو درگیر خودش کنه. اولیش بیماری دیسپلازیه که توی این ویدیویی که این بالا براتون میذارم به طور کامل این بیماری رو توضیح دادم. اما چیزی که شما باید درباره این بیماری بدونید اینه که تنها راه جلوگیری از اون کنترل وزن و چکاپ‌های به موقع سگتونه. بیماری که درباره این نژاد وجود داره و تقریبا بیماری خطرناکی هم به حساب میاد، بیماری سرع ایدیوپاتیک ژنتیکیه. سرع یه اختلال عصبیه که باعث تشنج‌های ناگهانی و مکرر سگ‌ها میشه. این حمله‌های عصبی و پرتکرار میتونه باعث از دست دادن هوشیاری سگ بشه. علت به وجود اومدن این تشنج‌ها میتونه به دلیل تومورهای مغزی، ناهنجاری‌های ژنتیکی، مشکلات اعضای بدن و یا حتی مشکلات خونی و یا حتی قرار گرفتن در معرض سموم باشه. به محض شروع تشنج سگ به پهلو میفته، بدنش شروع به سفت شدن و فک خودش رو جمع میکنه، ممکنه به طور ناخواسته ادرار رو مدفوع کنه، دهنش شروع به ترشح کردن کف میکنه و حتی ممکنه به طور ناخواسته شروع به دست و پا زدن بکنه. این بیماری علائم رفتاری زیادی رو ممکنه که توی سگ به وجود بیاره. یعنی مثلا وقتی سگ میخواد دچار تشنج بشه مضطرب و نگران میشه، ممکنه حتی اختلال بینایی و شنوایی پیدا کنه، ممکنه که دائم خودش رو لوس کنه و درخواست توجه از صاحبش کنه و حتی ممکنه که توی کنترل ادرار و مدفوع خودش دچار مشکل بشه. از نژادهای دیگه‌ای که میشه گفت این بیماری ژنتیکی توی خانواده و ژن‌های اونا بسیار زیاده میشه به نژادهای لابرادور رتریور، بیگل، گلدن رتریور و حتی ویزلا اشاره کرد. این بیماری ممکنه که درمان نداشته باشه و فقط با دارو بشه کنترلش کرد و جلوی تکرار شدن بیش از حد این تشنج‌ها رو گرفت.
میگره. اما سگ هایی که به مدت طولانی از این داروها استفاده میکنن مستعد چاقی و پرخوری بیش از حد میشن. پس شما باید حواستون به اضافه وزن و مقدار غذایی که میخورن باشه. میشه گفتش که هر چی سگ کوچیک‌تر باشه بیماری توی بدن اون بیشتر خودشو نشون میده و حتی ممکنه تشنج‌های شدیدتری رو تجربه کنه. اما از طرفی هم گفته میشه که اگه شروع این بیماری توی بدن سگ قبل از 2 سالگی اتفاق بیفته ممکنه که این بیماری به درمان داروی جواب مثبت بده و تا حد زیادی بشه کنترلش کرد. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که نظرتون درباره این نژاد جذاب این زیر برام بنویسید. لایک و سابسکرایب و مثل همیشه یادتون نره. خدافظ.